با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. دیالوگ هفته رو به اتفاق رفیق حسن حسام تقدیم شما میکنیم که باز هم اختصاص داره به این موضوع برجام و سرنوشت. همونطور که میدونید متنی از این توافقنامه‌ای که ابتدا توسط اتحادیه اروپا نوشته شد و بعد به طرفین ایران و امریکا ارسال شد، اونا هم پاسخهای خودشون رو دادن، به جراید و رسانه های مختلف درس کرده. هم در ایران بخشی از متن منتشر شده، هم در روزنامه هارتس در اسرائیل و سایر رسانه های اسرائیل، در خود امریکا و کشورهای غرب. بر مبنای این متنی که به اصطلاح منتشر شده، اگه فرض بگیریم این متن به هر حال درست هست و اینا، این توافقنامه یه مهلت 165 روزه داره، یعنی در واقع 5 ماهونه که در 4 مرحله قرار اجرا بشه. در مرحله اول رژیم ایران این زندانیان غربی و دوتابعیتی رو قرار آزاد بکنه، در ازاش آمریکا هم این پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای غربی رو آزاد میکنه، از جمله اون 7 میلیارد دلاری که الان در کره جنوبی هست که کره باید به اصطلاح به ایران برگرد. در همین راستا بخشی از این فرمانهای اجرایی ترامپ که در دوره ترامپ صادر شده بود رو بایدن چون اختیار داره به عنوان اختیارات رئیس جمهور لغو میکنه و ایران هم کلی اون فعالیت‌های هسته‌ای رو که مغایرت داره با برجام رو متوقف میکنه، یعنی غنی‌سازی بالای 5%، میدونیم تو این دوره غنی‌سازی 20%، 60%، حتی صحبت از این میکردن که میتونیم تا 90% هم غنی‌سازی بکنیم، اینا رو متوقف میکنه. اون فعالیت سانتریفیوژهای پیشرفته متوقف میشه، منتها برخلاف دوره قبلی که این اورانیوم غنی شده به روسیه ارسال میشد، قراره که خود این اورانیوم غنی شده در داخل خاک ایران انبار بشه، ولی تحت نظارت آژانس بین‌المللی. مرحله بعدی اینه که لغو کامل تحریم ها یک این توافقنامه رو میبره کنگره آمریکا. کنگره آمریکا سیروس فرصت داره که اینو تصویب بکنه یا رد. در صورت تصویب دولت آمریکا 60 روز فرصت داره که به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین آژانس بین‌المللی اعلام بکنه که مجدداً به طور کامل بازگشت کرده به برجام. و در نتیجه کلی اون فعالیت‌های هسته‌ای رژیم که مغایر برجام بوده متوقف میشه. از این طرف هم این تحریم‌های اقتصادی که وضع شده به خاطر این فعالیت‌های هسته‌ای برچیده میشه. در آخرین دقیقه به اصطلاح این ماراتون 165 روزه آمریکا و ایران بیانیه مشترک میدن و میگن که ما بازگشت کردیم به برجام و به اصطلاح همه چیز گل و گلاب. منتها اینجا الان موانعی بود، درست؟ بر فرض بگیریم همه این مراحل بره جلو، یک سری موانع وجود داره که سعی میکنیم این موانع رو یکی یکی مورد بررسی قرار میدیم، ولی میشنویم ارزیابی شما رو، تحلیل شما رو رفیق حسن از این آخرین به اصطلاح پروسه مذاکرات برجام. درود بر تو رفیق آرش عزیزم، درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. حقیقتا این داستان برجام بی فرجام ملال آور شده هم برای شما هم برای ما. من دیگه ما دیگه یه گفتگوهای ماراتونی داریم، هر جا که میشنیم همین داستان برجام به عنوان معضل بزرگ مطرح. از این زاویه اهمیت کلیدی داره که شرایط ویژه‌ای رو هم در منطقه تقیم میده، هم در سطح بین‌المللی یک تعادل ایجاد میکنه، هم فضای بزرگی رو برای ایران باز میکنه و هم امکان فروش نفت را در شرایط جنگ و تحریم نفت و گاز روسیه به بازار میاره. البته همه اینا رو که گفتیم مردمانی که سفرشون خالیه شکمشون صابون نزنن، این پولها و این امکانات به جایی که نخواهد رسید به سفره‌های خالی مردم، ولی در هر صورت یک تغییراتی میکنه که باز هم گفت که اگر جنگ مائده آسمانی بود، این برجام الان در این نقطه تاریخی در شرایط تحریم اروپا به وسیله روسیه نفت و گاز و بحران انرژی در سطح جهان
و بالا رفتن قیمت ها فرصت میدانداری ایران رو فراهم کرده، هم پولهای بلوکه شدهش آزاد میشه، هم فروش نفتش و حتی در کنار نفت معاملات تجاری بین‌المللیش است که یکی از اون کلیدها که رفیق آرش که شما گفتید همینه که میخواد بگه که ایران میگه که آمریکا باید تضمین کنه شرکت هایی رو که ایران وارد داخلش میشه آمریکا بایستی مسئولیت اون رو تضمین کنه که آمریکایی ها قبول نمی کنن. میگن این ما همچه اختیاری اصلا نداریم مداخله اینجوری بکنیم در امور شرکت. یکی از اشکالات یکی از دعواها بر سر اون چه پادمانیست که انرژی چیز آژانس میگه که اینجا ذرات هسته‌ای در 3 نقطه پیدا شده که دو ایران مراکزش اعلان نکرده. اینا میگن این بازی سیاسی است، توطئه آمریکا و مجاهدینه و اگر این باید اصلا از دستور خارج بشه. و یعنی در واقع موانعی که هم از طرف آمریکا به یک تعبیر ولی اساسا از طرف ایران سیاسی است پیش از آنکه موانع پیچیدی تکنیکی فنی و حقوقی باشه، بیشتر بار سیاسی داره. اینجا چرا این بار سیاسی جلوه میکنه؟ و این دلیل که از هر دو طرف فشارهای رنگارنگی وجود داره که به این راحتی حاضر نیستن پای این امضا یا بیانیه مشترک برن. ایران در درون خودش علاوه بر اینکه اون توی اصولگرا دارم حرف میزنم، توی همون جریانی که سیدعلی خامنه‌ای خواسته حکومت و دولت و نظام رو یک دست کنه، همونجا درست بعد از عامل رئیسی تیکه تکه شدن اصولگرایان به یه جریان جنگ طلب رسما وجود داره که اصلا آشکارا مخالف امضا کردن برجامه و معتقده که باید ایران به بمب اتمی دست بیابه. چرا؟ نکه مریضه، میگه تنها جایی که میتونیم قدرت چانه‌زنی سطح جهانی داشته باشیم مثل پاکستان، مثل هند، مثل اسرائیل داشتن بمب اتمی است. اینا بدون بمب اتمی ما رو تعبیر نمیگیرن. منطق پشتش اینه البته. یعنی این ویران کردن سراسر ایران البته این تمایلات اگر اجرایی بشه. ولی خب این یه نقطه که فشار میاره حتی به دولت اصولگرا و حزب الله رئیسی که خیلی با احتیاط رو. دومین نقطه اینا میخوان حتما کاری بکنن فراتر از اونجا که اون حسن روحانی و ظریف پیش بردن تا موقعیت جدید دولت جدید رو که یک سال از عمرش گذشته به رخ مردم بکشن و خودشون جا بندازن. از اون من دارم فشرده میگم چون بس طولانیست خوردریز این وسط خیلی زیاده. از اون برم هم جمهوری خواهان به بایدن فشار میارند و عرض کنم که خانه تنگتر کردن شرایط برای ایران هستند و هم اسرائیل و لابی های اسرائیل شبانه رو دائما چهره های اصلی و چیز میفرستن یا گفتگوهای تلفنی دارن با رئیس جمهور دیگران و رفیق آرش بخشی از حکام مرتجع عرب عربستان سعودی و بخش بزرگی از منطقه هم خواهانه یک ایران قوی ثروتمند محکم که الان در خود منطقه جاپاهای سفتی رو نگه داشته از این هم سفتر بشه. ولی خود اونام نگرانند. حتی شنیدم دیدیم تو هم دیدی که بایدن وعده داده که برای اونام فرصت تدارکات اتمی فراهم بکنه که اونا یک حالت رقابت که داشته باشن تعادلی برن. بنام از هر طرف ما شما میبینید که هم از طرف آمریکا و متحدین آمریکا در رأسش اسرائیل، هم در ایران جنگ طلبان و بخشی از جمهوری خواهان به اصطلاح راست و که خواهان باجگیری بیشتر هستند در این مذاکرات، هم از این ور عملا در موقعیت چانه‌زنی قرار داره که هر دو طرف الان مخاطبین عزیز ما میدونن 2 ماهه که همه میگن به خیر خوشی همه چی داره تمام میشه ولی هی به قول برای پای خردمنده بگله هر دو طرف گیر پاش میکنن. من با ارزیابی که الان در فضا هست نشون میده که به سمت نزدیک شدن امضا کردن خیلی نزدیک شدن ولی از دید شخصی من محتمل نمیدانم که این امری باشه که به سرعت انجام بشه که همین امروز
که من دارم با تو صحبت میکنم از سخنگوی آمریکا هم گفت چشمانداز هست ولی به این زودی نیست. یعنی تا برسن به یه نقطه هایی که تو شرط و شروطش شمردی راه درازی در پیشه و این بساط دست انداز هست. یک نقطه آخره بگم آره جان ببخت طولانی کردم، اونم روسیه است که نقش دو دوزه داره اینجا، دوگانه بازی میکنه. چون اگر این امضا بشه هرچی زودتر شرایط فشار روسیه به اروپا و آمریکا و غرب کمتر خواهد شد برای باز شدن میدان های نفت ایران. از سوی دیگر روسیه میخواد ایران رو در چنبره خودش داشته باشه، باید فرصت امتیازی و تقویت رو هم دنبال کنه. این تضاد و تناقض هم به جای خودش عمل میکنه که دور و دوم بیشتر بازش میشه. سر این مبانی مدام مکس ما میدونیم که هم در اسرائیل انتخابات هست، چون عملا اکثریت دولت اسرائیل الان دولت چیز نیست و باید حتما بره انتخابات پارلمانی برگزار بکنه و اینا. هم در ماه نوامبر انتخابات میاندوری هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا هست. خیلی ها پیشبینی میکنن که در بنای همین نظرسنجی هایی که الان وجود داره در آمریکا که دموکرات ها بخشی از کرسی های خودشون در مجلس نمایندگان و که اونجا الان اکثریت دارن و توی سنا، چون میدونن سنا 50-50 است، معاون رئیس جمهور به عنوان رئیس مجلس سنا میاد یک رأی میده که میشه به نفع دموکرات، یعنی 50 به اضافه یک الان دسته دموکرات هست. حالا فرض بگیریم همه اون 50 نماینده سناتور دموکرات مثلا به نفع برجام رأی میده، درست؟ که خیلی هم میدونیم که افراد به اصطلاح راستی پرو اسرائیلی وجود دارن که رسما اعلام کردن با این شکل برجام موافق نیستن، امتیازات زیادی به ایران داده شده و فلان اینا. بعد در این الان خودش هم یک چاقوی دولبه است، یعنی الان خود بایدن هم نمیدونه اگر این توافقنامه برجام امضا بشه به نفعش خواهد بود، یعنی گروه سیاسیش در انتخابات آینده، یا به ضررش خواهد بود. همین مسئله الان، یعنی نتانیاهو خدا خدا میکنه که این دولت اسرائیل فعلی مثلا بره پشت این لابی، بره پشت این برجام، یعنی با آمریکا بگه اوکی هست منم اوکی هستم، که از این به عنوان یک برگ برنده استفاده کنه. نتانیاهو تو انتخابات این رقبای خودش رو که تو انتخابات قبلی با فاصله کمی شکست خورده بود رو به اصطلاح شکست بده و مجدداً برگرده به این. یک مانع بزرگه، یعنی الان که میگن مثلا دولت میفرسته کنگره، کنگره بررسی میکنه 30 روز لفتش میده که بعد مثلا بیان تحریم ها رو تصویب کنن که بردارن، اصلا خود این در حالی از ابهام است. این یک. دوم اینه که خیلی ها پیشبینی میکنن خود بایدن این دوری ریاست جمهوریش تموم بشه شکست خواهد کرد، اون وقت رئیس جمهور بعدی میتونه همون کاری رو بکنه که ترامپ کرد، یعنی از برجام اومد. از طرف دیگه خود آمریکا سفارت رو بازوی سیاسی نظامی سفارت از لیست گروه های تروریستی خارج میکنه. گفتیم شاید خود رژیم ایران هم اصرار نداره، چون اصلا براش مسئله نیست، سپاه داره همه این کارهایی رو که داره تو منطقه میکنه براش مسئله نیست، ولی اون بنگاه های اقتصادی که زیر مجموعه سپاه هستن خواهان برشیدن به اصطلاح تحریم های اونا هست. از طرف دیگه همین مسائل پادمانی هست، یعنی الان صحبت سر 4 نقطه است: لویزان، تهران، فرغوزآباد، ورامین و یه منطقه در آباده در استان فارس. آژانس تاکید داره که میگه که این اورانیومی که ما اونجا کشف کردیم رو از کجاست، تو باید هنوز ایران توضیح نداده. اولا توضیح نداده، ولی جستجو گرفته بوده کار اسرائیل، کار منافقین از این صحبت. الان خود ابراهیم رئیسی که قراره بره مجمع عمومی سازمان ملل رسما گفته که تا این مسائل پادمانی برچیده نشه، یعنی مختومه اعلام نشه، آمریکا میگه ما این مذاکرات برجام 5 به اضافه 1، آژانس بین‌المللی ده ها کشور عضوش هستن، اون ربطی این مسائل پادمانی ربطی به برجام نداره. ایران هم از این طرف میگه که خب شورای حکام الان 12 سپتامبر جلسه داره، بیاد مثلا بگه آقا ایران به خاطر اینکه به این مسائل پادمانی پاسخ نداده قطعنامه ببره شورای امنیت، یعنی ما شما تحریم رو اینجا برگردونین لغو کردید به خاطر برجام، ولی از اون ور به خاطر مسائل پادمانی ممکنه دوباره تحریم های به صورت چیه وضع بشه. یعنی الان خود رژیم هم به نوعی خط قرمز اعلام کرده که این مسائل پادمانی رو باید بیخیال بشه، یعنی این مانع هم به صورت چیه وجود داره.
دقیقا درسته، ولی یک نکته را ببینید، هر دو طرف اول صحبت زمان هر دو ما گفتیم که هر دو طرف سیاسی برخورد میکنن، نه فنی و حقوقی. هر دو طرف موانع سیاسی دارن برای نزدیکتر شدن به هم دیگه. جمهوری اسلامی عقب نشسته که تحریم از سپاه برداشته نشه، ولی یه ذره باج گرفته که برخی از شرکت های درون سپاه بتونن در از تحریم از اون شرکت ها به طور اخص برداشته بشه. ولی داستان فراتر از اینه، داستان در شرایطی هست که برجام میتونه اگر پایه‌هاش مستحکم بشه هر لحظه شکننده باشه به وسیله هر دو طرف. خود ایران الان بدتر از دوره ترامپ رو وضعیت شکنندگی داره. این جلو آمدن این ایرانی ها، یعنی این دستگاه حاکمیت حاکمه توی جریان اتمی جلو آمدن. همین امروز یا دیروز من یادم نیست الان دارم با تو حرف می‌زنم، گفتن که چیزای تازه تری را آوردن در دستگاه ساختمان، اینا این ساندویچ‌های نوتری را آوردن و حتی چیزای آوردن برای خرد کردن و شکندگی که میتونه ظرفیت اتمیزه شده را به اتم نزدیک شده را داشته باشه. خب این پرسش کلیدی هم اینجاست، به چه اعتبار باید به جمهوری اسلامی اعتماد کنند؟ چون تمام تاریخ این 40 ساله نشون داده جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماده. اگر زیر پوشش این چانه زنی و حتی امضا جمهوری اسلامی مثل همون پادمانی رو چرا میگه از داستان خارج کنی؟ اون زیر کارهای خودش هم بکنه، به سر مرز نگه داره که بس دفعه آی قبل که ترامپ پس گرفت دو سال طول نکشید دوباره برسه سر جای اولش، اما فرداش بگه هستم. بنابراین این بازی فراتر از سطح در واقع توافقاته. این نقطه است که ایران از نظر من، شایدم اشتباه بکنم در تحلیل پیش بینی که نیست، ما که از پشت کلی ما را نخوندیم، از نظر من ایران میکوشه فضایی به وجود بیاره با اون چهار شرطی که رئیسی گفت، همین چیزی که امروز عبداللهی در دیدار با وزیر امور خارجه روسیه گفت، دیروز معاونش گفت، معاون از کنم که مسئله اتمی معامل رئیس جمهور گفتن، همین قضیه که این پادمانی را بذارم تو پرانتز. به نظر هم اروپایی ها، هر آدم عاقلی، این یعنی دست جمهوری اسلامی برای بازی باز باشه. و کنترل هم گفتن اجازه نمیدیم، حتی اگر امضا هم بکنیم اجازه کنترل مجدد نمیدیم. خب اینا اونم بگو همچه که تو گفتید که اونا بگرن، اصلا به ما ربطی نداره، آژانس بین‌المللی به ما ربطی نداره به قرار داده من. ولی اونا وصل کردن، بو میده این داستان. از نظر من این بویی نیست که فقط من و تو به مشام رسید، به مشام غربی ها و آمریکایی هم رسیده. امروز من باز دیدم یا دیروز دیدم که مقاومت بسیار زیادتر از آمریکا فرانسوی ها داشتن تو این چانه زنی. یعنی اینجوری نیست که فقط آمریکا و اسرائیل و خاورمیانه، نه، خود بازار مشترک اتحادیه اروپا هم نگرانه که این یک بازی صورت نگیره که یک بار دیگر. یعنی فضا به این اعتباره، به خاطر عدم اعتمادی که به درستی روی جمهوری اسلامی ندارن، اونا میخوان چرمیخه کنن، این میخوان میگه نه یه جاهایی رو سوراخ‌ها رو باید باز بذارید، اون ما اونجا دارید شما تهمت میزنید، واقعیت نداره، توطئه اسرائیل و مجاهدینه، ولی نگه دارن. این اون نقطه کلیدی است که معلوم نیست به این سرعت جمهوری اسلامی عقب بشینه یا غرب و آمریکا تمکین کنن. این مسئله بی‌اعتمادی دو طرفه هم هست. یعنی رژیم ایران میگه که به من باید تضمین هایی بده دولت آمریکا که وقتی الان به هر دلیل خاص از برجام خارج بشه، اون شرکت هایی که اومدن هم از آمریکایی و غربی سر اومدن سرمایه گذاری کنن، من نمیدونم حالا زمانمندی های مختلف ارائه میدن، یکی میگه یک سال، یکی میگه دو سال، یکی میگه سه سال، یکی میگه شش ماه باید فرصت داشته، یعنی اونا مورد جریمه قرار نگیرن، فرصت داشته باشن که با ایران به توافق برسن، فرصت خروج داشته باشن، فاصله ساتور رو بر گردنشون فرود نمیاره. حالا دولت آمریکا هم اصلا میگه که بر فرض که من چنین تضمینی به شما بدم،
مثلا هیچ تضمینی نیست که اون دولت آتی، یعنی به لحاظ قانونی این عهدنامه نیست، یعنی این توافقنامه است، درست؟ عهدنامه میره کنگره آمریکا با 2/3 آرا هر مجلس تصویب میشه، اون وقت هیچ رئیس جمهور بعدی هم که بیاد اون عهدنامه، چون عهدنامه بین المللی آمریکا به مساوی کشور تعهد داره، باید به اون تعهد پایبند بشه. خب اصلا همچین چیزی رخ نخواهد داد که مثلا در کنگره با یه آرای بسیار بالایی این توافقنامه تبدیل بشه به عهدنامه. تا زمانی که توافقنامه از دست دولت‌های بعدی و همچنین کنگره آمریکا باز است که این برجام رو جره تعدیل کنه یا تا مثل ترامپ دوباره خارج میشه. الان یه مقدار سود زیان این مسئله است. ببین از یک طرف بیشتر از همه اتحادیه اروپا منافعی داره که این داستان سر بگیره. چرا؟ چون الان اروپا شدیداً با بحران انرژی روبرو. همین روز سه‌شنبه روسیه باز اعلام کرد که به بهانه حالا یا واقعیت داره یا به بهانه تعمیرات فنی اصلا کل انتقال گاز نورد استریم 1 متوقف شد. خب اروپا حساب میکنه اگه تحریم ها برچیده بشه ایران ظرفیت این رو داره که تا 4 میلیون بشکه نفت هم صادر بود. همین حالا میگن ایران 100 میلیون نفت خام و همچنین مایعات نفتی ذخیره شده داره که 50 میلیونش روی شناورهای کشتی ها است. یعنی همین حالا اگه تحریم برچیده بشه این 50 میلیونی که تو این کشتی ها رو آبها ذخیره داره میتونه به اصطلاح چیه صادر بشه. به نفع رژیم ایران هم هست، چون الان رژیم برای اینکه تحریما رو دور بزنه مجبور تخفیف‌های چندین دلاری به مشتریانش بده. ولی وقتی تحریما آزادانه بتونه صادرات به اصطلاح تجارت بکنه مجبور نیست مثلا حتما این تخفیف‌های هنگفت رو چیکار بکنه بده. یک درآمد نفتی عظیم رو برای رژیم میاره ایران. ولی از طرف دیگه اون جناهای از اصولگرا میگه اگه ما سر پادمانی کوتاه بیاییم، سر حتی اون سپاه کوتاه بیاییم، سر تضمینهایی که باید آمریکا بده کوتاه بیاییم، برای چی کوتاه بیاییم؟ ما همین حالا از زمانی که ترامپ خارج شده تونستیم 1 میلیون حداقل در روز نفت بفروشیم، تونستیم تحریم ها رو دور بزنیم، تونستیم پولشویی بکنیم. الان به دلیل بحرانی که آمریکا داره با روسیه و همچنین با چین، دو ابرقدرت یعنی روسیه و چین پشتیبان ما هستن. امیر عبداللهیان روز چهارشنبه سفر کرده به روسیه، روسیه گفته که من میام یه منطقه تجارت آزاد ایران اوراسیا ایجاد بکنم. یعنی این چراغ سبز رو میبینه، میگه وقتی ما میتونیم باج بیشتری بگیریم از غرب و بدون این برچیده شدن این تحریم هم تونستیم روی پای خودمون بمونیم، هم جنبش ها را سرکوب کنیم، هم خیزش ها را سرکوب کنیم، هم به لحاظ اقتصادی حالا با چاپ اسکناس هم شده، با دور زدن تحریم هم شده، با مثلا فروش نفت با تخفیف هم شده، رو پای خودمون وایسیم. بنابراین احساس میکنه به دلیل جنگ اوکراین، به دلیل بحران انرژی، بحران این مواد غذایی در جهان و این رقابتی که آمریکا با چین و روسیه داره میتونه امتیازاتی بیشتری بگیره. یعنی این معادلات هم مطرح است. یک نکته هم بر همون یه سری دلایل من گفتم، یه سری دلایل تو اضافه کرده که همش درسته. یک نکته دیگری کلیدی هم هست برای یک لایه از حکومت مداران جمهوری اسلامی، حد درآمد سرشار دلالی و زیرمیزی فروختن و زیرمیزی خریدن اون قطع میشه. یعنی تحریم کاسبان تحریم. آره در از برکت تحریم بخش بزرگی از مایحتاجی که ایران از جهان وارد میکنه به شیوه زیرمیزی و دلالی های کلان صورت میگیره. یعنی یک انباشت سرمایه غارت از این سو اون پول پر نمیکرده به سفره مردم، که اون پول انباشتش در بانک های خارجه به نام های مختلف همین آقایان و آقاساده ها و عوامل رژیم در واقع ادامه پیدا میکنه، اونم از دست میره. یعنی اون تحریم خودش یک امتیازاتی برای حکومت غارتگر و فاسد، کسی که 92 هزار میلیارد تومان رو در یک جفولاد مبارک اسمار میزنه برک، همه رهبری جمهوری اسلامی رو رشوه میده. آخه به زور که رشوه نمیده به امام جمعه پدر سوخته که اگر نگیری تو رو میکشم. یعنی همه دست بگیر داشتن که گرفتن این پولو. در یک همچه نظامی این تحریم ها هم بنابراین منافع داره.
شما بنابراین زاویه های مختلفی هست که تحقق فرجام رو باز نافرجام میکنه. این حرف ما که به معنی نیست که یک لحظه این امضا و این توافق صورت نگیره، ولی موانعش علی رغم اینکه همه طرفین خوشان خوشان شعار میدن جدیست، پشتش سنگینه. حتی داشتم اونجا میگفتم که تو حتی همین الان تو استدلال خودت به درستی این بود که بازار مشترک میخواست که این داستان زودتر تمام بشه، که اون نفت ایران آزاد بشه، که در زمستانی که در پیش روست بحران انرژیش رو بتونه تا اندازه‌ای تأمین کنه. خب این منافع روسیه رو در خطر میندازه، متحد نزدیک ایران. این یه وجه دیگر تضاد قضیه است. یعنی اگر ایران موفق بشه با صدور نفت اشباع کنه با اتحادیه اروپا و بخشی از جهان رو، به معنای این است که تحریم های غرب و آمریکا روی روسیه تداوم پیدا و خشنتر خواهد شد. یعنی اونم یه سر تضاده، بنابراین اون به سهم خودش ممکنه مستقیم کارشکنی نکنه، ولی به همین که بیاد بر ایران رو متقاعد کنه که بر سر این پادمانی عقب نشینید، ما پشت شما هستیم، که همین اینا عبدالله یار رفته روز چهارشنبه یک جور این پیمان اوراسیا رو دارن مطرح میکنن، راه بردی میگن آقای رئیسی رابطه ما با روسیه هست. خب اونورم مسئله است. خب برای چین هم دو تا نقطه تره، حتی هنده که الان نفت رو ارزان میخرن از ایران، در صورتی که باز بشه بایستی میلیون ها دلار گرانتر بخرن، پولش هم سریع بدن، چون باز میشه امکانات بانکی. چون یکی از دعواشون یادمون رفت که بگیم یکی از اختلافاتشون است که به این بانک های بین المللی برای داد و ستد ایران دسترسی در جوید آمریکا تضمین کنه. اون میگه من که نمیتونم، یکی از گره هاشینه. میخوام بگم که پس برابر این کلاف در کلافه، ظاهرش اینه که ترهی داده اتحادیه اروپا، توب رفته رو زمین آمریکا، برگرد اومده رو زمین ایران، هر دو هم میگن انشاءالله که داره درست میشه، ولی پشتش بسیاری خردریزهای مانع وجود داره که چشمانداز نزدیک شدن رو محدود میکنه، نامحتمل میکنه. بله این هم هست. ببین الان هم اون به اصطلاح اصلاح طلبان و اون جنای اعتدال دوربر حسن روحانی و هم بخشی از اصولگرایان که دوربر همین امیر عبداللهیان هستن و فلان، اینا خب میدونن این خیلی فرق ماله. اون کاسبان تحریم به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی، خب نفعشون اینه که همین وضعیت ادامه پیدا کنه، ولی اینا حساب میکنن این پول عظیم، یعنی صحبت سر اینه که ممکنه مثلا سالی 100 میلیارد 150 میلیارد دلار به خزانه دولت وارد بشه. خب این روی نرخ تورم ممکنه تاثیر بذاره، رو ارزش برابری ریال با دلار ممکنه تاثیر بذاره. قبلا یک سری کسبه مثلا میتونستن کالا صادر کنن خارج، بعد پولشو ارزشو دریافت میکردن که این کسب و کارشون ادامه بدن، ولی به خاطر اینکه پول رو از طریق مجاری بانک‌ها نمیتونستن وارد کنن، کسب و کارشون خوابیده بود. یعنی تو رو نرخ بیکاری ممکنه تاثیر بذاره. اینه که ما قبلا بارها گفتیم نه در ایران، در کل کشورهای سرمایه‌داری به ویژه در کشورهای جهان سوم، به ویژه در رژیم آدمخوار و واردگر ایران قرار نیست رفاه بیاد روی میز، ولی تاثیرات اقتصادی، یعنی دستبال رژیم اگه که بره چاپ پول چاپ اسکناس بکنه، خب این پول که داره میاد اون رو مثلا میتونه بخشی از این حقوقا رو مثلا چیکار کنه، پرداخت کنه. یک گشایش هایی ایجاد میشه برای رژیم، خودش این رو میدونه، منطقه یک جناح از اصولگرانی ها فشار میارن، اونا هم میدونن این گشایش های اقتصادی، یعنی آقای شریعت مداری که الان میدونه این گشایش های اقتصادی ایجاد میشه، میگه ولی ما الان در بلاز توازن قوا جهانی منطقی در نقطه‌ای هستیم که میتونه امتیازات بیشتری بگیریم. مثلا همین بیخیال شدن مسائل پادر، مثلا بیرون آوردن کامل مثلا سپاه پاسداران لیست ترور، مثلا گرفتن تضمین‌های قانونی که بعدن شرکت‌هایی که میان تو ایران سرمایه گذاری میکنن اینا رو نقره داغ نکنه آمریکا، دولت‌های بعدی آمریکا و فلان. یعنی میگم ما امتیازات بیشتری
میتونیم بگیریم. ولی تو به صحنه ای که نگاه میکنی میبینی راست افراطی ایران در جمهوری اسلامی، من دارم میگم اصولگرایان افراطی، راست افراطی اپوزیسیون ایران یعنی سلطنت طالبان و مجاهدین مخالف برجام، راست افراطی اسرائیل و راست افراطی آمریکا مخالف برجام. یعنی الان خود بایدن این تیم امیر عبداللهیان و شورای عالی امنیت رژیم و اتحادیه اروپا با چند تا راست افراطی چه در پوزیسیون اینها هم باید اضافه کن، اینها هم باید اضافه کنی حکام مرتجع عرب در رأسشون عربستان سعودی را. یه نکته است که خیلی موضوع کلیدی است، چون از اون برم اونا با همین منطقه. یه چیز دیگر هم هست آره جان، این شعار احمقانه خودکفایی خامنه ای که میگن این تحریم باعث شد که ایران توانسته خودکفاییش رو تقویت کنه، یعنی اینم یه ناسیونالیسم پنهانی هم اینجا داره که خودشو از وابستگی در تکنولوژی و زهربار فلان در سطح معینی آزاد کنه. میخوام بگم که من با تو اختلافی ندارم، نداریم با هم. میخوام بگم تضادهای مختلفی، چند وجهی، نه یک وجهی، هر دو طرف دعوا را، نه فقط آمریکا ایران را، بلکه اتحادیه اروپا و روسیه و چین را و برخی از کشورهای بزرگ مصرف کننده مثل هند را، اینها چند وجهی مانع در واقع پیشرفت این قضیه هستند، چون منافع متضاد دارن، به دو دلیل با همدیگر توافق علیه همدیگرند، در اما بر سر پیش رفتن این قضیه توافق اعلان نشده دارن. این اون ویژگی شرایط کنونی برجام و بیفرجام هست. سر همین متن توافق که منتشر شد در رسانه ها، بلافاصله دولت عربستان اعلام کرد که میخواد تولید نفتش رو کم بکنه. بله دقیقا. از این که این حرف رو زد چند دلار قیمت نفت رفت بالا. یعنی خود اونا منفعت، یعنی اوپک یا اوپک پلاس که شامل روسیه و سری کشورهایی که عضو اوپک هم نیستن میشه، نفع اونا نیست که نفت ایران یا گاز ایران در این حجم وارد بازار بشه، چون این قطعا روی قیمت نفت تاثیر، یعنی روزی که اعلام بشه اینا به توافق کامل رسیدن، قیمت نفت شتابان سقوط خواهد کرد و این به نفع اتحادیه اروپا است، به نفع حتی بخشی از کشورهای جهان سوم که نفت وارد میکنن، سوخت وارد میکنن، اینا هست و فلان اینا. منتها همونطور که گفتیم یعنی موانع به اصطلاح جدی وجود داره، ولی ما در دفعات قبل هم صحبت کردیم، میگیم ما مثلا حالا سوال میکنن شما که میگید که راست افراطی این کشور و اون کشور و اون کشور و این اپوزیسیون اینا مخالفن، موضع خودتون در رابطه با به اصطلاح برجام چیه؟ یعنی ما موضع داریم دیگه، یعنی چپ به اصطلاح بخش قابل توجهی از چپ موضع داره، یعنی خواهانه مثلا این نیست که فرض من یه مصاحبه دیدم مسیح علی نجات اون برنامه تبلیغ که تو صدای آمریکا داره با سخنگوی خانومی بود در دوره ترامپ، سخنگوی وزارت خارجه بود، می اومد حرف میزه با اون مصاحبه کرده، بعد اون مثلا انتقاد داشت به سیاست‌های بایدن که به مسائل حقوق بشر توجه نمی‌کرد، به مسائل انسانی توجه نمی‌کنه. بابا دولت ترامپ که اصلا خودش گفته به ایران، گفته آقا من حقوق بشر حالیم نیست، تو اگر قبول بکنی به این خواستای ما در حوزه هسته‌ای و موشکی و نیاتم بدین، من اصلا حتی نتونم این تحریم‌ها رو برمی‌دارم، بلکه حسابی میایم سرمایه‌گذاری می‌کنیم، وارد اقتصاد ایران میشه آمریکا و اصلا موجی از رونق رو برای حکومت اسلامی. یعنی اصلا ترامپ مسئلهش حقوق بشر نبود، تو من که وقتی اون قاشقچی رو قطع قطع کرد دولت حکومت عربستان، هی بهش فشار آوردن آمریکا رو یه کاری بکنه، گفت من به هیچ وجه قرارداد 100 میلیارد دلاری فروش اسلحه دارم، من اینو بذارم که چین بیاد، اصلا به من ربطی نداره. یعنی تو این حوزه راست افراطی دروغ داره میگه، یعنی در دوره ترامپ هم اصلا مسئلهش نه حقوق بشر که تمام اروپا هم دروغ میگه. صدها ما دفعات صحبت کردیم، صدها دلیل داریم که اینا اصلا حقوق بشر ابزاریست برایشون به کشورهای که برای گرفتن امتیاز، اصلا مسئله آدمیزاد مطرح نیست. بگه این
مصوبه کثیف پارلمان بروکسل رو ندیدی در گوش ماست. همین الان یه جانی رو دارن میدن محافظه میکنن. نکته کلیدی که وجود داره، ما چپ ها از اون اولش به کرات، نه ما را کارگر یا تلویزیون برابری یا اکثریت قاطع چپ ها و کمونیست ها، هم با تحریم ها مخالف بودند، هم با اتمیزه کردن ایران. میلیارد ها میلیارد دلار، نه تومن نه ریال، از سفره مردم کنده شد، هزینه شد برای این داستان اتمی. چند بار ایران را در نقطه تکان دهنده جنگ نزدیک کرد. بنابراین ما باهاش مخالفیم. ما اصلا یعنی این بودجه نابود کننده است. بنابراین با میلیتاریزه شدن جمهوری اسلامی در هر شکلش مخالفیم و اینا در خدمت نفقت منافع مردم ایران میدونیم، برای نابودی مردم ایران میدونیم. این موزه ما روشنه. مشکل و این بارها این اجزایش اصلا بحث شده، چراییش. بنابراین اینجا نیست داستان. داستان که این فضایی که الان اینجا موجوده که روی میزه، ما در این توضیح میدیم که تضادهای چند، حرف ما اگر فرموله کنم، تضادهای چند وجهی بین المللی با چهار قطب بزرگ اروپا، چین، روسیه، آمریکا و جریان زیاد طلب نامتعارفی مثل ایران، نخبه نقطه‌های اهدافی رو دنبال میکنن که این اهداف نه در چارچوب منافع مردمه، نه در چارچوب تامین حقوق بشره، نه فرصت باز شدن این فضا رو برای برجا فراهم میکنه. به این سادگی. ولی بروب به همین خاطر مثلا راست افراطی ایران، سلطنت طلبان، مجاهدین استدلال میکنن، یعنی تو الان صحبت های افراد فرشگردی با این رسانه های چند ده میلیون دلاری ایرانی رو نگاه میکنی، میگن که این پول زیاد بیشتری رو در اختیار رژیم ایران قرار میده، اما حرف رو که میزنیم باعث رفاه مردم نمیشه و بنابراین خواهان چی هن؟ ادامه تحریم. و حتی شاید به زبان نمیارن ولی خواهان اینن که این به فاز نظامی هم کشیده بشه. چون اگر چنجیان اینا اگر برجام به بنبست برسه، یعنی دو طرف اعلام بکنن شکست خورده، اسرائیل که رسما اعلام کرده که من میزنم، درست؟ و اسرائیل هم که میدونه به تنهایی نمیتونه بزنه، حتما از کمک‌های سنتکام آمریکا در خلیج فارس برخوردار خواهد و شاید از حمایت برخی کشورهای به اصطلاح چیه منطقه بود فلان، یعنی وارد یک بازی خطرناکی رو شده. ما از چی زاییم؟ ما اولا که میگه اصلا کل این بازی اصلا ما باش مخالفیم. ما اصلا با هر نوع انرژی هستیم، چه میخواد مسالمت‌آمیز باشه چه اتمی باشه، مخالف هستیم. طرفداران محیط زیست شما حساب برست، تو همین آمریکا، کالیفرنیا همین چند روز پیش قرار بوده، توافق کرده بوده خود دولت آمریکا و خود دولت کالیفرنیا که یک نیروگاه هسته‌ای رو 2025 ببنده. فرماندارش همین پیروز اومده اعلام کرده، گفته نه ما چنین قصدی نداریم، قرار 10 سال دیگه این اصلا خش. البته از برکت سر حمله روسیه هم است. یعنی این خشم فعالین محیط زیست رو برانگیخت. ضمن که ما این سیاست دوگانه، مثلا یه آژانس بین‌المللی میگه من اینقدر اورانیوم رو در ترقوزآباد پیدا کردم. خب مردی که شما 100 تا بمب اتمی داره اسرائیل، یک بار رفتی نیروهای هسته‌ای از اتمی اسرائیل رو بازدید بکنی؟ نه. برابر این یک جهان مبتنی بر دبل استاندارد، معیارهای دوگانه، کاملا مبتنی بر مناسبات زور و امپریالیسم. ما با کل این داستان مخالفیم، با کل بمب اتمی مخالفیم، با کل هر نوع سلاح کشتار جمعی مخالفیم. بابا بشر کره زمین داره نابود میشه. الان یک سومه پاکستان رفته زیر آب، تقصیرش کیه؟ تقصیر همین کشورهای امپریالیستی های گاز کربونیک تولید کردن در عرض 200 سال گذشته. عوض اینکه پول رو برای بهبود محیط زیست، طبیعت، حفظ کره زمین دارن هی موشک میفرستن فلان سیاره شاید من نمیدونم زیرش آب باشه. بابا بنابراین ما خواهان این هستیم که این سردرد برجام که اولا صدها میلیارد دلار برای ما آب خورده، درست؟ برای اصلا چون درست رژیم خرج کرده ولی برای جیب مردم خرج کرد، درست؟ این برشیده بشه، این تحریم‌های اقتصادی که بخشش به دودش به چشم توده‌های مردم میره باید برشیده بشه و مهمتر از همه این بهانه رژیم که هر وقت
هر جنبش کارگری باز اعتراض کرده گفته ما پول ندارم تحریم است و فلان، میگه حالا که داره 4-5 میلیون نفت میفروشی یه بهانه چیه؟ یعنی فضا باز میشه برای عروج و زیاده خواهی جنبش های کارگری و توده. من کاملا با این نگاه که موافقم طبیعی و روشنه، ولی ما این تمایل ماست، روند اینو نشون نمیده. اون اهداف ضد مردمی همه این جناهای درگیر این فرصت رو برای مردم نمیخواد فراهم کنه. یعنی اون نکته کلیدی است که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، کارگران و زحمتکشان سراسر ایران باید خودشون رو محکم کنند و فشرده کنند در واقع زمانی که این رژیم هست، چه برجام امضا بشه چه امضا نشه، چه تحریم برداشته بشه چه تحریم برداشته، سفره ها خالی، سرکوب ها روزانه، زندان ها پر. بنابراین برای تنها یه راه وجود داره، سرنگونی انقلابی رژیم، اونم به وسیله نیروی کار و زحمت. نقطه تمام. برجام رو اگه بخوایم از اصطلاحات مربوط به مسابقات فوتبال بهره ببریم، دقیقه 90 هم تموم شده، وارد وقت اضافه شد. حالا ممکنه تو این وقت اضافه یکی از دو طرفین پنالتی بده، یعنی اینو ما پیش بینی نمیتونیم بکنیم. موانع همونطور که صحبتشون کردیم، موانع بسیار جدی وجود داره. به امید عروج مجدد جنبش کارگران زحمتکشان ایران و به قول شما سرنگونی این رژیم غارت و جنایت از طریق یک انقلابش.